با قصه ای از کلیله و دمنه تصحیح زندیات مجتبی مینوی حرفی برای گفتن این هفته را پی میگیرم. زاغ و مار. آورده اند که زاغی در کوه بر بالای درختی خانه داشت و در آن حوالی سوراخ ماری بود. هرگاه که زاغ بچه بیرون آوردی مار بخوردی. چون از حد بگذشت و زاغ درماند، شکایت آن بر شگال که دوست وی بود بکرد و گفت می اندیشم که خود را از بلای این ظالم جان شکر باز رهانم. شگال پرسید که به چه طریق قدم در این کار خواهی نهاد؟ گفت می خواهم که چون مار در خواب شود، ناگاه چشمهای جهان بینش برکنم تا در مستقبل نور دیده و میوه دل من از قصد او ایمن گردد. شگال گفت این تدبیر بابت خردمندان نیست. چه خردمند قصد دشمن بر وجهی کند که در آن خطر نباشد. من تو را وجهی نمایم که اگر بر آن کار توانا گردی، سبب بقای تو و موجب هلاک مار باشد. زاغ گفت از اشارت دوستان نتوان گذشت و رای خردمندان را خلاف نتوان کرد. شگال گفت صواب آن می نماید که در اوج هوا پروازی کنی و در بام‌ها و صحراها چشم می اندازی تا نظر بر پیرایه‌ای گشاده افکنی که ربودن آن میسر باشد. فرودایی و آن را برداری و هموارتر می روی، چنان که از چشم مردمان غایب نگردی. چون نزدیک ما رسی بر وی اندازی تا مردمان که در طلب پیرایه آمده باشند، نخست تو را باز رهانند، آنگاه پیرایه بردارند. زاغ روی به آبادانی نهاد، پیرایه ای بر گوشه ای افکنده دید، آن را در بود و بران ترتیب که شگال گفته بود بر مار انداخت. مردمان که در پی زاغ بودند در حال سر مار را بکوفتند و زاغ باز رست.